پروژه سری پرسش ابتداییه که شاید خنده‌دار باشه براتون آغاز میکنیم. این پرسش ها خیلی پرسش های اولیه یعنی مثل اینکه هنر چیست، هنرمند کیست و مقصود ما اصلا از تاریخ هنر چیه؟ یعنی وقتی که من خیلی راحت از همگی شما میپرسم که تاریخ هنر مطالعه کردین، مقصود ما از تاریخ هنر کدوم تاریخ هنره؟ یعنی تاریخ هنر کدوم ملت، تاریخ هنر کدوم دوران، تاریخ هنر روایت شده توسط چه کسی؟ من خودم مورخ هنر معاصر هستم و این معاصریت هنر هم که باز دوباره در ادبیات روزمره ما ازش استفاده میکنیم بدون اینکه توضیحش داده باشیم. یادتونه توی کتاب های فارسیمون یه تیکهی بود کلمه ها و ترکیب های تازه. ما کلمه ترکیب های تازه انگار هیچ وقت نیاز نیستش که تعریف کنیم که هنر معاصر اصلا یعنی چی؟ ما به کدوم هنر میگیم معاصر؟ به خاطر اینکه هر هنری در دوران خودش فرزند زمان خودش بوده و چه بسا هنرمندا خیلی وقتها جلوتر از زمان خودشون بودن. بنابراین هنر معاصر باید تعریف بشه برای اینکه بفهمیم که داریم از کدوم هنر حرف میزنیم. در بحث هنر چیست هم مثلا ما باید بفهمیم که وقتی ما از هنر حرف میزنیم داریم از موسیقی هم حرف میزنیم، داریم از تئاتر هم حرف میزنیم، داریم از سینما هم حرف میزنیم. اینا همشون پرسش های درستیه که من پیشنهاد میکنم برای آغاز هر بحثی محدوده این مفاهیمی که به نظرمون خیلی ساده و دم دستی میاد مشخص کنیم تا دچار سوء تفاهم نشیم یا دچار بحث هایی که به مغلطه گویی میفته دشوار میشه و در پایان بحث مغلوب بحث میشیم ولی نمیتونیم دقیقا تعریف کنیم که چه چیزی گفته شد. به خاطر همین دوست داشتم که این کلاس رو با شروع و تأکید روی کلمات ببریم جلو و از اونجایی که مدرسه مدرسه هنر و ادبیات فکر میکنم خیلی خیلی کمک کننده است که بفهمیم بخشی از دشوار فهمی هنر امروز حتی بحثی زبانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسیه. همه اینها رو گفتم که بگم که هنر معاصر رو حالا قراره که در این کلاس از چه دورانی حساب بکنیم، چون همچنان بین علما و فقها در بسیار بحث و گفتگو هست که از چه زمانی هنر معاصر شروع میشه و هنوز هم خیلی مشخص نیستش که توافق همه بر سر اینکه هنر معاصر از کی آغاز میشه، مثلا از آوانگاردیسم تاریخی که دوران مدرن دستبندی میشه میتونیم بگیم که هنر معاصره، یا هنر معاصر به جنبش های بعد از جنگ جهانی دوم بعد از 1945 الساق میشه، یا برخی میگن که هنر معاصر برمیگرده به میدیوم های جدید، بنابراین هنریه که بعد از دهه 90 متولد شده. اما ما مقصودمون از هنر معاصر در این کلاس بیشتر جنبش های بعد از جنگ جهانی دوم هستند، مشخصا دهه 50 و 60 میلادی.